بامداد امروز آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به همراه یکی از محافظینش در تهران ترور شده و شهادت رسید. بعد از این اتفاق گمان زنی ها و تحلیل ها و صحبت های زیادی در مورد نحوه ترور و اینکه چه کسی این ترور رو انجام داده مطرح شد. خب اون چیزی که به روشنی مشخصه اینه که رژیم صهیونیستی قطعا این ترور رو انجام داده. هرچند اونها تا الان به صورت رسمی مسئولیت این ترور رو به عهده نگرفتن، اما خب کس دیگه‌ای و دشمن دیگه‌ای به خودش جرأت نمیداد و یا اصلا نیازی نداشت که بخواد اسماعیل هنیه رو ترور کنه. پس برای همه دیگه اثبات شده است که اسماعیل هنیه رو رژیم صهیونیستی ترور کرده. اما اینکه کجا و چطور اسماعیل هنیه ترور شد سوال اصلیه که ما میخوایم انشالله تو این ویدیو بهش پاسخ بدیم. خب مکانی که آقای اسماعیل هنیه ترور شده یک مکان حفاظت شده در یکی از مقرهای نیروی قدس سپاهه. ببینید یکی از اتفاقاتی که بعد از ترور اسماعیل هنیه افتاد این بود که هیچ فیلم و تصویری از محل ترور اسماعیل هنیه منتشر نشد. توی تهران این که شما هر کار ساده ای انجام بدی یا هر اتفاق ساده ای رخ بده بلافاصله فیلم ها و عکس های مختلف و متعددی از اون توی فضای سوشال مدیاها وایرال میشه، اما این دفعه هیچ عکس و فیلم و صوت و هیچی از این ترور منتشر نشد. همون اول صحبت ها من با این بود که قطعا این ترور توی جایی صورت گرفته که فضای عمومی نبوده و یه فضایی بوده که فضای حفاظت شده و اختصاصی بوده توی ساختمون 4 طبقه که این ساختمون یه بخشیش مشرف به کوههای توچال بوده و اتاق آقای هنیه در طبقه 4 این ساختمون مشرف به منطقه توچال بوده. خب اتفاقی که افتاده اینه که یک پرتابه ای که حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم و احتمالات در موردش بررسی خواهیم کرد دقیقا از پنجره وارد اتاق آقای هنیه شده و اونجا منفجر شده و به احتمال زیاد این پرتابه نوع سر جنگیش از نوع ضد نفر و ترکشزا بوده، چون بر اساس حالا اطلاعاتی که ما دست آوردیم اونجا تخریب گسترده ای صورت نگرفته. همون لحظه اول خود آقای هنیه شهید میشه، محافظ ایشون ترکش اصابت میکنه، به سرش زخمی میشه، میارنش بیرون، اول CPR روش انجام میدن ولی متاسفانه دووم نمیاره و ایشون هم به شهادت میرسه. این از کلیت نحوه ترور آقای هنیه. اما اینکه چه سلاحی توی این ترور استفاده شده و به کارگیری شده نکته بعدی که میخوایم بهش بپردازیم. یکی از سناریوهایی که مطرح میکردن میگفتن احتمالاً این حمله خارج از خاک جمهوری اسلامی صورت گرفته با موشکهای هواپایی و اینا. خب این سناریو که قطعا رد میشه به 2 دلیل. اولا ریسک یک همچین حمله بسیار بالاست، یعنی ریسک موفقیتش. دوم اینکه قطعا اگه یه همچین حمله صورت بگیره یا باید با موشک کروز باشه یا بالستیک هواپایی که حالا اجسش استرالیا دارن. اما خب حجم تخریبی که این موشک ها از خودشون به جا میذارن قطعا حجم تخریب وسیعیه و قطعا توی یک همچین عملیاتی دیگه اسرائیل رد پاش به صورت قطعی و متقن مشخصه و دیگه نمیتونه زیر قضیه بزنه و این پیامدها و تبعات سنگینی برای صهیونیست‌ها خواهد داشت. ضمن اینکه الان اتفاقی که همونجور که اشاره کردم اتفاقی که افتاده خب حجم تخریب بالایی نداشته، پس احتمال قریب به یقین حمله از داخل خاک جمهوری اسلامی و از نزدیکی محل اقامت آقای هنیه صورت گرفته. خب این حمله هم میتونسته با موشک‌های دوش پرتاب صورت بگیره، هم با پهپادهای انتحاری سویچ بلید یا FPV. حالا اینکه دقیقاً نوعش چی بوده هنوز محل اختلافه و ما به صورت دقیق نمیدونیم نوع سلاح چی بوده، اما احتمال 90% از این 3 دسته سلاحی که نام بردم خارج نیست و قطعا توسط یکی از این 3 نوع سلاح این ترور انجام شده. حالا یکی دیگه از گمان زنی هایی که بود و یکی از مسائلی که مطرح می شد این که احتمالا آقای زیاد نخاله هم توی این حمله زخمی شده و به خارج از اون محل انتقال پیدا کرده که حالا این فلان یه احتماله که برخی اون رو رد می کنه و برخی هم اون رو تایید می کنه. اما اینکه این ترور چرا تو این مقطع زمانی صورت گرفته، خب الان نتانیاهو تو شرایطی قرار داره که نیاز به یک دستاورد داره در جامعه اسرائیل و این دستاورد خیلی برای نتانیاهو مطلوبه که در رابطه با حماس باشه. خب چند وقت پیش اونها محل اقامت محمد از زیف رو بمباران خیلی سنگینی کردن و ادعا کردن که اگر محمد از زیف توی این حمله زنده مونده باشه دیگه نمیشه اونو کشت. احتمالا صهیونیستا به این نتیجه رسیدن که خب محمد از زیف رو که حذف کردن حالا برن سراغ نفر بعدی، یعنی شاخه نظامی حماس رو رهبرش رو کشتن، حالا برن سراغ شاخه سیاسی حماس و برای همین احتمالاً ترور
اسماعیل هنیه رو تو این مقطع زمانی در دستور کار خودشون قرار دادن. قطع به یقین میگه نتانیاهو تو سفری که با آمریکا داشتم چراغ سبز و اوکی این عملیات تروریستی رو از آمریکایی ها گرفته، که بلا فاصله تقریبا بعد از اون دیگه این عملیات رو اجرا کرده. ولی خب از اسرائیلی ها تو شب گذشته همزمان تقریبا دو تا عملیات انجام دادن، میگه یکی از اعضای حزب الله رو زدن و بعد هم تو تهران اسماعیل هنیه رو زدن. حالا اینکه دیگه این عملیات چه پیامدها و آثاری میتونه برای صهیونیست‌ها در پی داشته باشه و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به این عملیات چه خواهد بود، اون موضوعی که بعد یه خورده صبر کرد و گذشت زمان رو دید که ببینیم چه حوادثی حول و حوش این عملیات تروریستی رخ خواهد داد. اما اگه خاطرتون باشه توی ویدئویی که در مورد اولویت‌های امنیتی رئیس جمهور آینده باهاتون صحبت کردیم، گفتیم که بازارایی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشوری که از ضرورت‌های رئیس جمهوره، اتفاقی که الان توی جمهوری اسلامی دیگه با این ترور ما بیش از پیش اون رو داریم درک میکنیم دیگه. 13 فروردین ما فرماندهان ارشد ما توی سوریه به شهادت رسیدن توسط صهیونیست‌ها. حدود یکی دو هفته بعدش ما عملیات وعده صادق رو اجرا کردیم. تقریبا حدود 4 ماه هنوز از عملیات وعده صادق نمیگذره. اگر اون عملیات بازدارندگی لازم رو داشت، یعنی موازنه بازدارندگی بین ما و صهیونیست‌ها رو تقویت میکرد، قطعا صهیونیست‌ها این عملیات رو به این فاصله زمانی کوتاه، اونم در داخل تهران و در یک منطقه حفاظت شده، انجام نمیدادن. پس معلومه که این جنس عملیات و پاسخ ما به صهیونیست‌ها اون بازدارندگی مورد نظر رو هنوز نتونسته ایجاد کنه و باید یک کاری از جنس کار خود صهیونیست‌ها باشون انجام داد، یعنی در قبال نفراتی که اونا دارن از جبهه ما حذف میکنن، ما نباید بریم اماکن اونها رو بزنیم. خب اونا اصلا میان فرمانده ما در لبنان رو میزنن، ما میریم پایگاهی که جنگنده های اون از اون بلند شده رو میزنیم، به جای اینکه نفرات دخیل در اون عملیات رو بزنیم. حالا شاید در مورد آقای هنیه دیگه الان مثلا میخوایم کجا رو بزنیم. خب اونا مثلا اومدن داخل تهران یه عملیاتی کردن، خب ما مثلا میخوایم در قبالش کجا رو بزنیم، کدوم پایگاه که مثلا، حالا کدوم مقر، این مشخص نیست. اما قطع به یقین اون چیزی که مطلوبه اینه که باید عملیاتی از جنس خود اقدامات صهیونیست‌ها علیه اون انجام بشه، مثل عملیاتی که توی دهه 70 بر علیه خیلی مخالفین و خیلی تروریست هایی که علیه مردم ایران اقدامات تروریستی انجام میدادن انجام شد و اونا حذف شدن. به نظرم دوباره بعد این دوره عملات تروریستی و پاسخ قاطع صهیونیست ها، اون هم پاسخ های از جنس پاسخ های امنیتی و مقابله به مثل با اونها صورت بگیره تا این موازنه بازدارندگی حفظ بشه.